داستانی واقعی از قاتلی وحشتناک به نام چارلز کالین که نزدیک به 400 نفر رو به عنوان پرستار به قتل رسوند. گیلاسیا سلام. امروز براتون فیلم The Good Nurse یا پرستار خوب رو آوردم محصول سال 2022 که بر اساس یک داستان واقعی نوشته شده و داستان یکی از قاتلای معروف دنیا به نام چارلز کالین هستش. این فیلم میاد داستان چگونگی گیر افتادن این قاتل و کلا روش کارش رو براتون توضیح میده. فیلم خفنیه، نمره خوبی هم گرفته. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپویل کامل فیلم و صحنه‌های قشنگش هم باشه. با شروع فیلم میریم به سال 1996 و پرستاری به نام چارلز در حال بررسی یه بیمار با وضعیتی وخیمه. دکترها سعی میرسن و چارلز فاصله میگیره که با آرامش به بیمار در حال مرگ نگاه کنه. هرچند میگه ناراحته، اما ظاهرش جور دیگه ایه. سکانس عوضش رو میریم به 7 سال بعد. بیمارستانی به نام پارکفیلد. پرستار دیگه به اسم ایمی هم در حال نگهداری از بیماری به نام آنا. وقتی داره بهش رسیدگی میکنه، یه رفع قلب خودش هم میگیره و به سختی نفس میکشه. اما نمیخواد بقیه بفهمن و بعد کارش هم با ماشین میره دنبال بچه‌ش و میبردشون خونه. همچنان هم حالش بد و نفس تنگی داره. برای همینم هم میره پیش دکتر خودش که اونم بررسی میکنه و میگه اگه زودتر عمل پیوند قلب انجام ندی ممکنه بمیری. باید کار کردنت هم دست بکشی چون همین فشارا باعث شده به اینجا برسی. اما امی میگه فعلا شرایطشو ندارم چون هم برای بچه‌هام باید کار کنم، همین که برای بیمه خودم باید 4 ماه دیگه کار کنم بلکه فعال بشه و اون موقع بتونم هزینه عملو پاسخگو باشم. روز بعد دوباره میره سر کار و اونجا با کارآموز جدیدی به اسم چارلز کالین آشنا میشه. این پرستار تازه کار استخدام شده تا به ایمی برای شیفت شب کمک کنه. با هم آشنا میشن و چارلز میگه خیالت راحت، چون من قبلا تو بیمارستانا کار میکردم و آشنایی زیادی با کار دارم. تو اون بیمارستان هم پرستار مسئولم اسمش لوری بود. ایمی با تعجب میگه لوری دوست صمیمی من و این آشنایی خوشحال میشن. شیفتشون شروع میشه و اول از همه میرن که به همون بیمار اول یعنی آنا سر بزنن. چارلز رفتارش با بیمار خیلی خوبه و ایمی هم از اینکه نیاز نیست به چیزی یاد بده خوشحال‌تر میشه. وقت شام که میرسه چارلز تعریف میکنه که از همسرش جدا شده و دو تا بچه دارن که زنش داره ازشون مراقبت میکنه. یه رفیق یکی از بیمارا پرستار صدا میکنه و چارلز میگه تو غذا تو بخور، من بهش رسیدگی میکنم. صبح که میره خونه دخترش الکس با عصبانیت میگه من یک کفش جدید میخوام. هیچ وقت برای من چیز قشنگ نخریدی. برام به مادرش میگه تو هم که همش سر کاری و حتی یک کلمه هم با هم حرف نمیزنی. ایمی خیلی به هم میریزه، اما خب چاره دیگه ای هم نداره و نمیتونه جوابی به دخترش بده. نوبت شیفت بعدیش میرسه و بازم ایمی با خاطر فشار عصبی امروز نفس سنگی میگیره. مطمئن میشه کسی دورش نیست و همزمان همه سعیشو میکنه که نفس بکشه. چارلز که میبینه سعی میکنه آرومش کنه. بعدم میپرسه چی شده و ایمی هم بالاخره بهش اعتماد میکنه که جریان بیماری و کارشو بگه. چارلز هم قول میده که جریانو برای کسی تعریف نکنه. بعدم میگه از این به بعد بیشتر کاراتو به من بسپر، حواست به خودت باشه که این 4 ماه بگذره و بالاخره بتونی عملتو انجام بدی. دیگه چند روز بعدم بیشتر با هم صمیمی میشن و روزی میرسه که آنا هم مریض بیمارستان جونشو از دست میده. ایمی خیلی به هم ریخته و چارلز هم داستان مرگ مادرشو تعریف میکنه که چند ساعتی توی بیمارستان حتی جنازه‌شو هم پیدا نمیکردن. کلا رفتار اون بیمارستان افتضاح بوده. وقتی هم جنازه مادرشو پیدا کردن از زمان مراسم خاکسپاریش گذشته و نمیشد دیگه جنازه‌شو با احترام خاک کنن. میگه به نظر من احترام گذاشتن به مرده‌ها خیلی مهمه. وقتی چارلز و جنازه آنا تنها میشن میبینه که برای مدتی همینطوری زول میزنه به جنازه. چند هفته میگذره و دوتا مامور پلیس میان بیمارستان. با اینکه مرگ آنا به خاطر شرایط جسمی چیز عادی بوده، این مامورا اومدن که دلیل مرگش رو بررسی کنن. مدیر بیمارستان یعنی لیندا از پلیس خواسته بیان اینجا چون معتقده تو مرگ آنا چیزهای عجیبی مقصر بوده و کلا جریانش مشکوکه. الیندا این پرسن بدن آنا در حال حاضر کجاست و اونم جواب میده چند هفته پیش خانواده جنازه آنا رو برای سوزوندن تحویل گرفتن، ولی هنوز نگفتن این کار کردن یا نه. مامورا با اینکه معتقدن چیزی نیست میگن حتما در مورد قضیه تحقیق میکنیم، ولی دنی کنجکاو شده که بفهمه جریان چیه. میریم به خونه ایمی و چارلز مری که با بچه‌ها وقت بگذرونه. با الکس تمرین میکنه که برای تئاتر مدرسه آماده شه و هر دو تا بچه باهاش صمیمی شدن. دوباره میام بیمارستان که مامورا دارن روی پرونده کار میکنن و بعد بررسی اطلاعات همه کارکنا به چارلز میرسن. در مورد گذشتهش میخونن که فقط یک کلمه دیگوکسین بالای پرونده شه. پایین ترش هم مشخص میشه تو سال 1995 با یکی از همکاراش تو رابطه عاطفی بودن و بعد به هم زدن، چارلز لاستیکای ماشین طرفو ترکونده. طرف اومد شکایت کرد اما بعد مدتی شکایتو پس گرفته. حالا چارلز میگه به نظر میاد جای کار مشکل داره، وگرنه دلیل نداشته که بیمارستان این مرگو به پلیس اطلاع بده. به اعتقاد چارلز بیمارستان مرگو اطلاع داده چون خودش به خاطر سهله انگاری یا داروی اشتباه باعث مرگ شده و حالا میخواد اینطوری همه چیزو بندازه گردن خانواده طرف یا حتی بتونه از بیمه پول اضافی هم بگیره.
اینطوری اگه اشتباهی هم کرده باشن چون خودشون به پلیس قضیه رو خبر دادن به چشم نمیاد. لیندا و مدیر بیمارستان جلسه ترتیب میدن و به همه کارکنان اخطار میدن که بدون حضور مدیرای اصلی یا وکیل بیمارستان با پلیس حرفی نزنن، وگرنه ممکنه اینجا اخراج شن. مامور هم قبل شروع بازجویی از اعضای بیمارستان با رئیسشون حرف زدن و اونم میگه یه سری قانون رو باید رعایت کنید. اولا که لیندا به عنوان مدیر اصلی باید تو همه بازجویی حضور داشته باشه، هر جایی هم دلش بخواد میتونه بازجویی رو تموم کنه. دوما که حق ندارید در مورد داروهای مصرفی بیمارها چیزی بپرسید، کلا نباید اسم داروی خاصی رو توی بازجویی به زبون بیارید. خلاصه که دنی خیلی عصبانی میشه که چرا وقتی که بیمارستان انقدر همه چیزو محرمانه نگه داشته اصلا به پلیس خبر داده. رئیس هم میگه به هر حال ما وظیفه‌مون اینه که کارمون رو انجام بدیم. بازجویی‌ها شروع میشن و نوبت به ایمی به عنوان پرستار اصلی آنا میرسه. مشخص لیندا هم همراهشه. سوالای عادی پرسیده میشن، اما همین که لیندا برای مکالمه تلفنی اتاق میره بیرون، کارآگاه سوال اصلی رو میپرسن. اونا به ایمی میگن تو چند روز اخیر داروی عجیبی مشاهده کردی یا نه؟ اونم میگه مقدار قند آنا به طرز عجیبی تو هر آزمایش اضافه میشد. آنا به خاطر قند بالاش انسولین استفاده میکرد. حالا دلیل آزمایش‌های عجیب یا مقدار زیاد انسولین بوده یا اینکه یه سری داروهای خاص هستن که اگه با انسولین قاطیشن باعث همچین اتفاقیان. اصلا ممکنه که همین باعث مرگش شده باشه. لیندا برمیگره به اتاق و مامورا در مورد همکار ایمی یعنی چارلز سوال میکنن. ایمی هم میگه بعید میدونم اصلا چارلز به مرگ آنا ربطی داشته باشه، چون اون تو طول روز مرده ولی چارلز فقط تو شیفت شب کار میکرده. این هم میگه چارلز چه پرستار خوبی و بازجویی تموم میشه. بریم به شیفت بعدی ایمی که یکی از بیمارا داره دوباره ایست قلبی میکنه. ایمی در حال احیای اونه و یه دفعه انقدر بهش فشار میاد که حال نزدیک بره. چارلز متوجه میشه و بعد آروم کردنش قرصی از بیمارستان برمیداره و بهش میده. ایمی بعد آروم شدن میگه استفاده از داروهای بیمارستان بدون اجازه پزشک میتونه باعث اخراجت شه، اما چارلز میگه میدونم، بلدم چجوری از سیستم استفاده کنم که کسی نفهمه. روز بعد ایمی همراه چارلز میره که با دکترش در مورد شرایط قلب صحبت کنه. برام تو ماشینم رو ایمی نگران آینده بچه هاشه. چارلز هم میگه 2 ماه دووم بیاری بیمت اوکی میشه و میتونی عمل کنی. وقتی هم میرسه خونه با دخترش صحبت میکنه و بالاخره جریان عملش رو براشون میگه. بینیم پیش کارگاه ها. اونا همچنان خیلی به چارلز مشکوکن چون به محض استخدامش این اتفاق افتاده و برای همین هم به بیمارستانی که سال 1995 کار میکرده زنگ میزنن. اما وکیل اونجا هم بهشون میگه اطلاعات پرستارامون محرمانه است و چیزی در اختیارتون قرار نمیدیم. اونا هم عصبی میشن که هیچ جوری نمیتونن در مورد این مرد اطلاعات به دست بیارن. بالاخره یه پیشرفت میکنن چون از بیمارستان پارک فیلد براشون یه بسته میاد که لیست داروهای مصرفی و کلا خریداری شده یه بیمارستان. وقتی بررسی میکنتش دنی میره پیش لیندا و بهش میگه که این گزارش که فرستادید فقط برای 1 ماه قبله، من برای زمانی که آنا هنوز زنده بوده رو میخوام. اما لیندا بهش میگه کلا گزارشای ما بعد 1 ماه پاک میشن، از زمان مرگ آنا هم نزدیک 2 ماه گذشته، پس نمیتونیم ما رو مقر بدیم، اطلاعاتش پاک شده. کارگاه دنی هم که غیر ممکنه و حالا مطمئنم داره که سری چیزو مخفی میکنه. لیندا هم کار یکم میترسه و دیگه جوابی نمیده. کارگاه فریاد میکنه که شما این کارات خیلی کثیف و اوتا خارج میشه. شیفت بعدی ایمی میرسه و به بیمار جدیدی به اسم کلی رسیدگی میکنه. بعدم با چارلز پیتزا میخورن و مرد همسر سابقش بیشتر حرف میزنه. میگه اون حتی میخواست کاری بکنه که دخترم با هم بد شه. دوباره میریم پیش کارگاه دنی. پرونده مرگ آنا رو داره میخونه که میفهمه زمان مرگش نه تنها تو بدنش انسولین بوده، بلکه دارویی به اسم دیگوکسین هم وجود داشته. همین لحظه هم رئیسش میاد تو اتاق و میگه حق نداره دیگه رو پرونده کار کنید. رفتار بعد دنی با لیندا باعث این قضیه شده. دنی هم اعتراض میکنه اما رئیسش میگه به هر حال چون بدن آنا سوخته و نمیتونیم روش تحقیق کنیم، این پرونده همینجا باید تموم شه و مدرک کافی برای ادامه‌شون نداریم. به روایتی حتی اگه بیمارستان هم باعث مرگ این زن شده باشه، الان به سادگی جریان تموم کرده و دیگه هیچ کس به خاطر مرگ آنا اونو پاسخگو نمیدونه. میریم به شیفت بعدی ایمی که موقع رسیدگی به کلی متوجه میشه رفتارش عجیبه و حتی اسم بچه‌ش هم یادش رفته. بعدم حال میره. سری دکترها رو خبر میکنه و به همسر کلی زنگ میزنه که بیاد بیمارستان. بعدم پرونده کلی رو نگاه میکنه و میفهمه اونم مصرف انسولین داشته توی هر روز. به هر حال رسیدگی دکتر نتیجه‌ای نداره و وقتی همسر کلی میرسه خبر مرگش رو بهش میده. روز بعدی کارگاه میره خونه ایمی. اونم به محض دیدنشو میگه باور کنید من به مرگ کلی هیچ ارتباطی ندارم. کارگاه خبری از قضیه نداشتن و فقط برای صحبت اومدن، اما حالا که فهمیدن یه بیمار دیگه هم مرده کنجکاو میشن. ایمی که فهمیده یه چیز مهم و لو داده خیلی میترسه. کارگاه ها میپرسن چارلز تو قضیه این بیمار جدید دست داشته یا نه.
ایمی حرف نمیزنه و کارگاه ها میگن چارلز تا به حال تو 9 تا بیمارستان کار میکرده و هیچ کدومشون هم حاضر نیستن در موردش بهمون اطلاعات بدن. ممکنه جون کلی آدم تو خطر باشه، په حرف بزن. وقتی ایمی باز هم چیزی نمیگه، کارتشون رو بهش میدن و از اونجا میرن. حالا ایمی هم خیلی به همکارش شک کرده و برای همینم هم با دوستش لوری قرار ملاقات میذاره، کسی که قبل تر فهمیدیم دوست مشترک ایمی و چارلز. ایمی در مورد قضیه سوال میکنه و لوری میگه اون موقع که تو بیمارستان ما کار میکرد یه شایعه پخش شده بود که به یه بیمار انسولین اضافی تزریق میکرده و باعث مرگش شده. حتی موقعی که چارلز هم تو بیمارستانمون بود، هر شب چند نفر اونجا میمردن و به محض رفتنش اونجا شاید ماهی یه نفر میمیره. ایمی که خیلی به چارلز شک داره و سری خودش رو بیمارستان میرسونه، همه چی رو بررسی میکنه و وقتی میره سراغ سرم‌های بیمارستان میفهمه چند تاشون سوراخ ریزی دارن و انگار یه چیزی با سرنگ داخلشون تزریق شده. فهمیدن این قضیه باعث میشه از حال بره و وقتی چشمشو باز میکنه توی اورژانس و چارلز داره ازش پرستاری میکنه. سری بلند میشه و با اصرار چارلز سوار ماشین میشن و اونو میرسونه خونه. روز بعدم ایمی میره پیش کارگاه و قضیه رو براشون تعریف میکنه. دنی میپرسه یعنی اگه داروی مثل دیگوکسین رو به سرم ها تزریق کرده باشه هیچکی اونجا نیست که متوجهش شه؟ اونم میگه نه، و حتی ممکنه که اصلا تا یک روز بعدم تأثیری نداشته باشه و بعد یه لفه اثرش رو نشون بده، همون چیزی که سر آنا اومده بود. کارگاه هم لیست داروهای یک ماه اخیر رو که الینا گرفته بود میاره و به ایمی نشون میده. اونم خیلی تعجب میکنه که چرا اینقدر اطلاعات ناقص بهتون دادن، چون همه چی بیمارستان تو کامپیوتر ثبت میشه و غیر ممکنه که فقط برای یک ماه نگه داشته باشن و اونم اینقدر ناقص تازه باشه. اما پیشنهاد میده که از همسر کلی قربانی آخر درخواست کنن، بلکه بدن اون رو بررسی کنن. کارگاه هم ازش این درخواست رو میکنن و اونم بالاخره قبول میکنه و بدن رو میفرستن برای کار با چکافی. ایمی هم شیفت بعدیش که میره بیمارستان خیلی یواشکی به همه بیمارا سر میزنه و سرم هر کسی که چارلز بهش تزریق کرده رو عوض میکنه که یه موقع نمیره. بعد میره پای سیستم داروها و میفهمه که چارلز چندین درخواست برای انسولین یا داروی دیگوکسین داشته ولی همه درخواستا رو کنسل کرده. با پرینت همه گزارشا روز بعد میره پیش پلیس و همراه کارگاه ها بالاخره پرونده رو حل میکنن. چارلز یه روش برای دور زدن سیستم بیمارستانو داشته. اون درخواست یه دارو رو فوری می نوشته و سریع لغوش می کرده. اما ثبت شدن این قضیه زمان بر بوده و توی این مدت داروی دیگوکسین یا انسولینش از داروخونه بیمارستان می گرفته. ولی به خاطر کاری که قبلش کرده این قضیه ثبت نمی شده و در اصل انگار هیچ کس همچین دارویی رو نگرفته که استفاده کنه. همین کارش هم باعث شده که مدیر بیمارستان به کارش شک کنن، اما به هر حال مدرک کافی برای اثبات گناهکاریش نداشتن. اگه هم پلیس قضیه بومی برد بیمارستان به خاطر سهل انگار جریمه میکرده و حتی شب بیمارستان تعطیل میشده. خلاصه که ایمی و کارگاه قضیه رو حل میکنن، اما به خاطر نداشتن مدرک کافی نمیتونن قضیه رو به اثبات برسونن و چارلز رو دستگیر کنن. میرن به بیمارستان و لیندا که حالا فهمیده همه چیز زیر سر چارلزه به همراه وکیلش اونو مورد بازجویی قرار میدن، بلکه بتونن قبل زهر دیگه بیمارستان اخراجش کنن. در مورد کارهای قبلش ازش سوال میکنن و وقتی هیچ چیز برای محکومیتش به این کار و اخراج پیدا نمیشه مجبور میشن بهش یه پیشنهاد بدن، اینکه اگه همین الان استعفا بدی برات یه توصیه نامه مینویسیم که باهاش بتونی هر جای دیگه خاصی استخدام شی. مشخصه که چارلز هم قبول میکنه چون همیشه همین کارو انجام میداده و این قاتل روانی یه بار دیگه به آرومی از صحنه جرم خارج میشه. مشخصه که هر نوع بیمارستان قبلی هم مجبور همین کار بودن و در آخر اطلاعات چارلز رو مخفی نگه میداشتن چون آبروشون میخواستن نره. خبر به کارگاه میرسه و همه عصبانی هن چون این قاتل دوباره داره از جرمش فرار میکنه. ایمی هم که میره خونه میبینه چارلز با بچه هاش توی خونن. بچه ها رو میفرسته تو اتاق و چارلز با یه قیافه مظلوم از زندگی حرف میزنه و میگه میخوام همه جوره تو و بچه ها مراقبت کنم. ایمی که مشخصه عبودن کنارش وحشت داره با ترس میگه یه مدت میخوام بچه هام تنها باشم و چارلز هم با لبخندی میگه تو خیلی مادر خوبی هستی و از خونه میره. ایمی هم میشینه یه گوشه و گریه میکنه. روز بعد دوباره میره پیش کارگاه و با هم یه نقشه میریزن. به چارلز زنگ میزنه و ازش دعوت میکنه که صحبت کنه و اونم قبول میکنه. میره به یه کافه و در حالی که میکروفون به خودش بسته میشینه بلکه از چارلز یه اعتراف بگیره. میفهمیم چارلز توی بیمارستان دیگه خیلی ساده استخدام شده. بعدم تاکید میکنه نمیخوام در مورد کارم تو بیمارستان شما چیزی بگم. ایمی با مظلومیت میگه آخه یه شایعه پخش شده بود که به کسی اشتباه دارو زدی، حتما درست بوده، عذاب وجدان داری که اینقدر اذیتت میکنه، اون نمیخواد راجبش حرف بزنی. بعدم میخواد دستشو بگیره که چارلز با عصبانیت پسش میزنه. بعدم هی میخواد بحثو عوض کنه اما ایمی نمیذاره و در آخرم میگه کار دارم و میره بیرون. هنوز اعترافی به دست نیومده اما رئیس پلیس میاد پیش ایمی و میگه نمیذارم که این دفعه در بره. بعدم دستور میده که تو ماشین دستگیرش کنن. خیلی سریع هم بازجویی‌های متعدد از چارلز شروع میشه، بلکه بتونن قبل پایان زمانی که دارن ازش اعتراف بگیرن، وگرنه مسلمه که باید آزادش کنن.
کارگاه سعی میکنن بهش بگن که از قتل با خبرن و حتی میگن حتما به خاطر کارهای همسر سابقت یا مادر تو بچگی انقدر زن و برات میاره همه قربانیات زن بودن. شنیدن این حرفا باعث عصبی شدن بیش از حد چارلز میشه و میگه دیگه هیچ حرفی باهاتون ندارم. حتی یو فریاد میکشه و کلی فوش میده که ثابت میشه چقدر روانش به هم ریخته است. بازجویی اول تموم میشه و وقتی کارگاه دنی به ایمی خبر میده که هنوز نتونستن اعتراف بگیرن و مجبورن اول صبح آزادش کنن، خیلی عصبانی میشه. خودش همراه کارگاه به دیدن چارلز میاد، مردی که با خشم نشسته یه گوشه. چارلز میگه گمشو بیرون، اما ایمی به جای عصبانیت ژاکت خودش رو میندازه روش. برام ازش به خاطر همه کارهایی که توی این مدت کرده و ازش حمایت کرده و پیش بچه‌هاش بوده تشکر میکنه. چارلز آروم میشه و میگه تنها چیزی که تو کل زندگی میخواستم همین جمله بود. برام میپرسه حالا چیکار کنم و ایمی میگه حقیقت رو بگو. چارلز هم میگه همین الان گفتم و شروع میکنه به بیان اسم چندین زن مختلف که قربانیاش بودن. ایمی از شنیدن اسم این همه آدم شوکه شده و میگه چرا این کارو کردی؟ که چارلز هم میگه چون هیچ وقت هیچ کس جلومو نگرفت. با پایان فیلم میبینیم که قاتل واقعی به 29 قتل اعتراف کرده، اما شواهد میگن نزدیک به 400 بیمار توسط این پرستار روانی به قتل رسیدن. نزدیک به 400 سال هم به پایان حکم حبسش مونده و ایمی واقعی هم عملی قلبش موفقیت آمیز بوده. همچنان هم به عنوان یه پرستار تو بیمارستان کار میکنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. حتی فکر کردم به اینکه همچین قاتل‌های واقعا وجود دارن و ممکنه توی زندگی روزمره‌تون بارها و بارها کنارشون رد شده باشید، چه توی ایران چه تو خارج از کشور، واقعا اوج وحشته. به خاطر اینکه ممکنه مثل رابطه چارلز با همکارش یعنی ایمی یه چیز خیلی عادی باشه و هر روز با طرف در ارتباط باشی، ولی بعد مدت‌ها بفهمی که طرف چه روحیه‌ای وحشتناکی داشته و چه جنایاتی رو مرتکب می‌شد. برای همین هم است که توی همه پرونده‌های جنایی دنیا وقتی که خانواده یه قاتل سریالی از کارهایی که طرف انجام داره با خبر میشن، توی شوک فوق العاده بعد فرو میره. ممکنه سالهای سال نتونن بهش کسی اعتماد بکنن، چون کسی که بهش اعتماد کامل داشتن و انگاری بارها باهاش زندگی میکردن به بدتری شکل ممکن از آب در میاد و کلا زندگی همشون هم به فنا میده. مخصوصا وقتی این قضیه رو توی سیستم پزشکی بیمارستان پرستارا توی این چیزها بررسی میکنیم و میبینیم حتی بین کسایی که تنها امید ما برای نجات جونمون هستن هم وجود داره، دیگه کلا میفهمیم قضیه تا کجا کش پیدا کرده. یعنی شما میری بیمارستان که جونتون نجات بده، ممکنه همونجا بکشنت. و حالا جدا از اون چیزی که این فیلمو از یه مستند خیلی ساده متمایز میکنه، به نظرم اینه که میاد در مورد جنبه دیگه قضیه صحبت میکنه. جنبه که میاد ما نشون میده وقتی این قاتل سریالی فعالیت میکرد، کیا باعث شدن که اینقدر دیر دستگیر بشه، کیا باعث شدن که این طرف نزدیک به 16 سال بتونه کارشو انجام بده، توی 9 تا بیمارستان بچرخه و در آخر تازه اونم به زور شک پرستار و کلی تلاش کارآگاه گیر بیفته. یعنی دیدیم که داشت بازم آزادانه میچرخید و میرفت سراغ تومه‌های بعدیش. این فیلم خیلی خوب بیاد نشون میده که وقتی که تو سیستم شما وارد بشی چه کثافت‌کاری‌هایی ممکنه رخ بده و فقط برای اینکه آبروی یه سازمان، آبروی یه قسمتی نره، تا چه حد حاضرن تلاش کنن که روش سرپوش بزنن. حاضرن یه قاتل سریالی رو آزاد کنن بفرستن تو خیابون ولی برای خودشون بد نشه. خب چون مسلماً هم اگر که همچین کسی گیر بیفته، کسی که یقشو میگیرن اون بیمارستان کسایی که استخدام کردنشه. بیمه بعد بیاد به خانواده‌ها ضرر بده، این بیمارستان مجبور ضررش تحمل بکنه. فقط به خاطر پول حاضرن که همچین کاری رو انجام بدن. و این فقط فیلم نیست، عین واقعیته. یعنی شما اگه برید تمام این چیزها رو بررسی کنید، تهش میرسه به یه جایی که یه سیستم، یه سازمان برای خودخواهی خودش باعث شده که اون طرف یه بار فرار کنه و راحت بره دنبال کار خودش. چیزی که همیشه در مورد این قاتلای سریالی برای من جذاب بوده این بوده که چرا این کارو میکنن. یعنی شما وقتی که میری با تد باندی، با چارلز منسون، میری مصاحبه اینا رو گوش میدی، خیلی وقتا حرفشون رو میزنن. مثلا طرف میگه که دلم میخواست بهم مثل آزادی میداد، بهم مثل قدرت میداد. همشون حرف خودشون رو میزنن، ولی این شخصیتمون یعنی چارلز کالین هیچ وقت هیچ جا نمیگه که دلیل کارش چی بوده. همیشه یه جوری میپیچونه یا فقط یه حرف مثل همین فیلم میزنه، میگه که چون جلومو نمیگرفت، ولی هیچ وقت اصل واقعش از این کارو نگفته. و خیلی برام جالبه که یه روز بفهمم چی تو سرش میگذشته که حاضر شده همچین کاری انجام بده بدون هیچ دلیلی. مثلا نمیرفته دختر خیابونی رو بخواد بکشه، نمیرفته که بخواد نمیدونم مردایی که خیلی قدرتمندن رو بخواد بکشه. اصلا دلیلی برای کارش نداشته، به صورت رندوم میرفته این کارو انجام میداده. و خیلی میگم واقعا دوست دارم که یه روز حرف بزنه و بفهمم که چی باعث شده که انقدر انسانیتش رو یادش بره، چی باعث شده که انقدر بتونه آدم وحشی بشه. چون به هر شکلی که نگاهش بکنی، حالا مشکلاتی که همسر سابقش داشته، حتی مشکلات بچگیش با مادرش، به نظر من هیچ کدومش نمیتونه باعث همین چیزی بشه. و شاید هم اصلا همین قضیه بوده که این قاتل برخلاف خیلیای دیگه به عنوان کسی که مشکل روانی داره معرفی نشده، چون هنوز نفهمیدن که توی روانش چی میگذره. فقط میدونن که یه سری مشکل داره که باعث شده این کارو
انجام بده، ولی هیچ کس نتونسته به ریشش برسه. و همونطور که گفتم، خلاصه به نظرم ترسناک ترین قسمت های این فیلم هایی که میبینیم در این زمینه همین واقعی بودنشونه، که دیگه میدونیم ساخته ذهن و تخیلی نویسنده نیست، ساخته یه آدمیه که از همه چیز بریده و تصمیم گرفته که بدترین خودش بشه و اصلا براش مهم نبوده که کارش چه نتیجه روی بقیه میذاره، کارش باعث از بین رفتن چندین انسان میشه و ممکنه که زندگی چندین هزار نفر مورد بحث قرار بده. خلاصه همین قضیه است که به نظرم این فیلمو از فیلمهای دیگه‌ای که میبینیم و شاید خیلی صحنه‌های اسلش و صحنه‌های ترسناک داشته باشن وحشتناک‌تر میکنه. اینکه ما میدونیم از الان ممکنه که هر بار هر جایی که میریم یه نفر مثل ایشون کنارمون باشه، ممکنه سالها کنارمون بوده و تازه سالها بعد بفهمیم که چه کارهای وحشیانه ای انجام میده. خلاصه که همین، اگه چیزی رو یادم رفت برام بنویسید، لایک کامنت ساب یارتون نره. روزتونم گلسی.